خب میگه هر شیء رو خلق کردیم و سپس هدایتش کردیم. یعنی چی؟ خلقش کردیم و سپس جهت بهش دادیم. جهت، جهتی که کلن این نالله و این نالله راجعون، جهت بهش دادیم، هدایتش کردیم. این درسته. هر ذره‌ای داره چیکار میکنه؟ ذره اینجا چیکار داره میکنه؟ داره با ما میاد، ما رو تا یه جایی پشتیبانی میکنه، تا یه جایی ساپورت میکنه. ای یه جایی به بعد دیگه وجود نداره، وجود نخواهد داشت. مثلا میگیم زندگی بعدی دیگه ما با این اتم سر و کار، زندگی بعدی اون اتم سر و کار نداریم، اتم معنا نداره، یه چیزای دیگه میاد تو کار که در واقع الان هست، اون موقع شاید برامون مکشوف میشه و بعد از اون و بعد از اون یه جای دیگه اصلا چیزی نیست، اینا دیگه با ما رو دنبال نخواهند کرد. خب مثلا یه حیوان تا یه جای با ماست، از یه جای به بعد ذهنی نداره که بخواد بیاد با ما. بخش ثابت و متحرکمون رو که صحبت کردیم دیگه، اون بخش فناناپذیرمون میاد ادامه میده، هی لباس عوض میکنه تا برسه به اونجا. حالا ما این که میگیم دید ناظر عوض میشه، این دید ناظره که اون هدایت پشت صحنه رو نگاه میکنه، میگه ما هدایتش کردیم. کی میبینه انسان این هدایت رو از کجا داره میبینه؟ وقتی چشم دل باز شد هدایت پشت ذره به ذره رو میبینه. این همونش که اومده به ذاتش، اومده به باطنش و جهان دیگر، یعنی جهان اصلی که تا جهان آید پدید آشکار بشه. یا مثلا گفتیم مولانا میگه آن نیست که هست می نماید بگذار، بلش کن. آن هست که نیست می نماید بطلب. همون حالا به اصطلاح متوجه میشیم که اشاره میکنه به اون چیزی که حالا ما اسمشو گذاشتیم ذات و باطن. شاید هم اسمگذاریامون خیلی هم درست نباشه. درست شد؟ بنابراین دید ناظر قراره که ماجراهای پشت پرده رو چیکار بکنه؟ به اصطلاح نگاه بکنه، ببینه و این هدایت پشت صحنه رو دریابه. ما ممکنه که ظاهر یه جوانه ببینیم اومد و به اصطلاح یه دانه جوانه زد و شست نمیدونم ساقه ای و بعد و بعد میوه ای و اینها، اما وقتی میری میبینیم که اتم ثابته، مولکول ثابته. یک میلیارد سال قبل به اصطلاح اتم و مولکول رو زمین یا در جهان هستی، در کل هستی همین بوده. ستاره هایی که از هیدروژن و نمیدونم یه حرف بوده همین مسئله بوده، تا ابد هم همینه. یعنی اینه که ما گفتیم به این صورت گفتیم به علت اینه که ما برگشتیم به اصل ماده و انرژی. اصل ماده و انرژی ثابته، هیدروژن اکسیژنه و تا ابد و در، یعنی جدول مندلیف تغییری نخواهد کرد، جزء قوانینه. یعنی ما اونا رو آوردیم جزء قوانین. و اگه یادتون باشه بارم گفتیم اشاره کردیم یه بخش از ملائکه، خب یه بحث اینجا داشتیم، یک بخش از ملائکه همینه و همین قوانین ثابت است. یک بخش از قوانین ثابت همین جدول مندلیفه. ظاهر شی به سمت کمال نمیره. ما اینجا وقتی گفتیم شی یعنی ظاهر، شی یعنی ظاهر، وقتی میگیم شی یعنی ظاهر، درست شد؟ این هیچ وقت به کمال نمیره. این مولکول اتمه و کمالی ما براش متصور نیستیم. میگیم در اوج کمال آفریده شده اتم و به صورت قانون به اصطلاح در هستی جاری است. حالا میدونید چرا؟ حالا البته عیب نداره، ما اون چیز رو که شما میفرمایید انجام میدیم، ولی ببینید که ما منظور چیه. منظور اینجا وقتی که میایم ناظر رو تعریف میکنیم، اینجا میرسیم در نهایت به ناظر، میخوایم آخر دفعه نجم بگیریم که به اصطلاح تنها، تا اونجا که میدونیم تنها ناظری که شایستگی کمالو داره انسانه.
و یک بار دیگه ثابت بکنیم که اشرف مخلوقات به این دلیل ما هستیم. این شی نمیتونه، این شی تا یه جای میاد نقشش در این هر چرخه انا لله و انا الیه راجعون تموم میشه، تموم. خب حیوان میاد در یه جای تموم میشه، گیاه میاد در یه جای تموم میشه و نه دیگه ادامه، چیزی برای ادامه نداره. مثلا الان زندگی بعدی حیوان و گیاه چیکار میکنن؟ چی میشه؟ بحث تغییراتی که مثلا فرض کنید مثل کمالی که توی بحث داروین هست، توی بحث چیز داروین وجود داره و الان اصل تنوع انواع و اینا، شاید اینا داره اشتباه میشه. من منظورم رو هنوز نتونستم برسونم. خب هنوز اون چیزی رو که من میخوام بگم احساس میکنم که نتونستم بگم، اینو به حساب بیان ناقص من بذارین، چون این بخش خیلی مهمه، بخشیست که به اصطلاح اگه میتونستم بازش کنم خیلی نتایج خوبی میتونستیم ازش بگیریم. به زمینه و گفتیم خدا، هوشمندی، قانون، چه چیزای جز قانونه؟ میخوایم اینا رو بشناسیم، چیزایی که جز قانونه. میبینیم اینا ثابتن، قوانین ثابتن، جدول مندلیف مثلا ثابته و یه به صورت قانونه دیگه. لذا بقیه چیزها میشه بازی با این چیزها و ظاهرا ممکنه بعضی اینا رو کمال یا تکامل یا اِوولوشن یا نمیدونم هر چی اسم دیگه ای مثلا اینها رو ببینن، اما منظور از کمال تو چرخ انا لله و انا الیه راجعون و مأموریت ما در اینجا، بحث هر صحبت میاد اینجا دیگه، ما چه مأموریتی داریم نسبت به کمال رو میخوایم تعریف کنیم، ولی مسلما واژه‌هامون نارساست. ما میخوایم بگیم که اینجا مأموریت من چی هست و وقتی اینو بازش میکنیم دلمون گرم میشه، امیدوار میشیم. چرا؟ چون بعضیا میگن که مثلا ممکنه بگم وای ما فرصت‌ها رو از دست دادیم، یکی ممکنه بگه وای چی، ولی وقتی بدونیم که ما منتظر یک بشکن هستیم، همه چیز به یک بشکن ارتباط داره، امیدوار میشیم، دلمون گرم میشه و هر کسی این انتظار رو برای خودش خواهد داشت که بشکنه رو بزنه و نیاز به عمر نو نیست. نیاز نیست که ما ناامید بشیم بگیم بابا نمیدونم ما که عمرمون گذشت و ما که نمیدونم چی، و این بشکنه هر لحظه میتونه صورت بگیره. ما میخوام دلمون گرم بشه، یعنی در نهایت این بحثا رو که میکنیم یه تیر و چند نشانه، ضمن اینکه خب یه سری مسائل رو به شناختش نائل میشیم و به هر حال مورد بررسی با هم دیگه قرار میدیم، یه نتایج دیگه هم ازش میگیریم.